وضعیتشان فعلا از هر پنجشان خوب است. کنات بخشش ام یکیش یک ذره وخیم تر است که در بخش آی سی یو بسترش کرد. 19 نفر از کسایی که زخمی شده بودن اینجا آورده بودن حتما. کمر درد میکنه. کمرت. چرا خورده در کمرت؟ آنم دو دفعه یک دفعه از منی مطب انفجار کرد، یک دفعه از برونی مطب. فقط دست خاطر دوایش یک چله داشتیم فروختیم که دیگه پردا نمیتونیم که بریم برش دوا بگیریم. یک ذره دماغش مشکل داره، مغزش دیگه از امو خاطر رقم زیاد میکنه، املم سرش میه. شنیدیم که انفجار شده، خواستم بریم کسایی که زخمی شده کمک کنم وارا دمو سنه ای که ما رسیدیم دمو قسمت بعدم انفجار شد. کسی پرسان کنم که با بچه ایم از مکتب آمد نام از چی رقم شده؟ گوشی زیر کسی دیگه برداشت. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام دوستای عزیز، شما را خوش آمدید میگم به یکی از گزارش های ما که خواستیم بر شما یک گزارش مساعدتی داشته باشیم. امید است که ما را تا آخرین دقایق برنامه همراه باشین و ما امروز آمدیم در شفاخانه محمد علی جناح که در دشت برچی است. خواستیم که کسایی که قربانی های رویداد روز گذشته بودن برشان یک مقدار مواد غذایی کمک بکنیم، تا ای که اونا در بستر مریضی هستن و زخمی هستن و یا هم مشکلات دارن. خواستیم که ما فامیلشون کمک بکنیم تا حداقل یک ماه بتانن امو خرچ فامیل خود داشته باشن، چون اکثرشون کسایی بودن که مشکلات داشتن، کاروبار میکردن و نانوار خانه خودشان بودن. از او خاطر ما خواستیم که بر از اینا یک مقدار کمک شوه و برشان اگر تانستیم بر یک ماهشان خرچ مصارف خانهشان در نظر بگیریم. که ما آمدیم امروی دکتر صاحبا در داخل صحبت کردیم و می خواهیم که از خود دکتر صاحب بپرسیم که چند نفر مانده اینجا و چه تعداد کسایی از زخمی ها وجود داره که ما برای از اونا کمک بکنیم و ببینیم که چقدر نفر مونده. دکتر صاحب سلام، خوب هستین؟ خوب هستید، شما خوب هستید، بخیر. تشکر، سلامت باشین. میشه یک کوتاه خود معرفی کنین؟ فرید احمد هستم، مسئول لابراتوار امشب کنترلری عمومی اداری شفاخانه الجناح. بسیار خوب دکتر صاحب، ما خواستیم که بیایم امی کسایی که قربانی امیر رویداد هستن، زخمی هستن و یا هم اگر کدام فامیل بیشتر نیازمند است، شما ما را برای ما معرفی کنین یا شماره هایشان را برای ما بتین که ما بتونیم بر از اونها یک مقدار مواد غذایی در نظر بگیریم، بخوایمشان ببریم برشون یکان چیزی بخریم. خب است، میری مریضا در وارده هسته، در وارده مختر در جرایی اصاب هسته و ایسی هسته، مریضا را از نزدیک میبینیم، پای وزایش هسته، همراشان گفت بزنین، هر کمکی در نظر گرفتین میشه که درشان نزدیک. چند نفر فعلا زخمی در شفاخانه دارین؟ مریض خود زیاد داشتیم، بعضشان ساعتیاب شد، ساعتی زخم برداشته بود یا بعضشان ایجاب میکد به دیگه شفاخانه ریفر شده، پیش ما فعلا پنج زخمی است. از روی دادیم مکتب. خب میریم خیر، این کسایی که زخمی هستن و یا هم در بستر مریضی هستن میبینیم، امروشان صحبت میکنیم. البته کسایی که در این رویداد شهید شدن، جان خود عزیز دادن، برای خانواده هایشان صبر جمیل میخواییم و کسایی که زخمی هستن برشان صحت عاجل و کامل از خداوند میخواییم. بریم خیر دکتر صاحب. از این پنج نفر دکتر صاحب وضعیت کدامشون وخیمتر است؟ وضعیتشون فعلا از هر پنجشان خوب است. قناعت بخشش ام یکیش یک ذره وخیمتر است که در بخش آی سی یو بسترش کردیم. در آی سی یو دیگه مریض های میره که اون از نامش معلوم است، مراقبت های جدی. خب یک نفرش کمتر وضعیتش وخیمتر است رو در آی سی یو بستر کردیم. سه نفر در جریه اصاب مانده، یک نفر در ارتوپیدی مانده.
یک نفرم دورتی پیدیم. دیگه کسایی که زخمی بودن اونا رخصت شدن. در اول که آورده بودن ما 19 مریض داشتیم و باز لیستی عمومیش در اداره می باشه. خب امروز جمعه است دیگه، اداره قلف میشه و باز در رسمیت اگر لیستی عمومی و کمل هم بخواین بشه بریتان بتیم چقدر مریض داشتیم. در کل 19 نفر اینجا آورده بودن. 19 نفر از کسایی که زخمی شده بودن اینجا آورده بودن. حتما دوستای عزیز، ما در بخش آی سی یو داخل شدیم و ببینیم که وضعیت مریضا از چه قرار است. اجازه است مادر جان؟ اجازه. سلام، خوب هستین؟ سلام. شفا باشه. چطور است وضعیتتان بیدر جان؟ خوب است، خوب است. خوب شدی کمی؟ آه. میشه بگوی که خودت کجات اوگار شده؟ چه قسم اوگار شدی؟ کمرم درد میکنه. کمرت؟ چرا خورده در کمرت؟ چطور یاد سه اتفاق افتید؟ در سنف بودی ما. در داخل سنف بودی؟ در درس خواندن؟ خب بعدش؟ بعدش این فجار صورت گرفت. این فجار صورت گرفت، خودت به هوش بودی یا از هوش رفته بودی؟ خودم از هوش رفتم. چطور است حال وضعیت دکترها؟ صحیح مراقبت میکنند؟ خیر. مکتب میخوندی یا کورس میخوندی خودت؟ کورس ممتاز. آمادگی کنکور؟ اینا مادرتان هستن؟ شما خوب هستین مادر جان؟ شکر. شفا باشه. تشکر. خدا شما را نگاه کن. زنده باشین. کسی دیگه هم از فامیلتان کلان خانواده؟ هسته. شوهرتان؟ شوهر ما. چی کار بار میکنن؟ بیکار کار افغانستان کجای کار مدر. چطور از باس روز روزگارتان پیش میره؟ روزگار فلج دیگه، چیزی نیستیم. بچه ها درس میخونده، بعد از نوروز نداشتی که فیسکورس زیاره بیدی. اما استادار رو گفتی دی خیر از خدا میره بنا فیسکورس شما رو میاره یک جای. هم بچه ها گفتد خود من مذارت خواهی رایی بودم که برم از استادا مذارت بخواهیم که مخصوص سری وقت آوردن نتونستی، بس خیر خدا میرو بنا. چقدر از فیس کورس شد؟ از 3 نفر آمدگی دارم، یک دختر، دو بچه، یکی دیگه 3. یکی دیگه سنف 10، یک سنف 7، یک سنف 3. یک دختر دیگه دانشگاه مزار است. از فامیل شما کسی دیگه انشاءالله اوگار نشده؟ نه فضل خدا. دیگهش امروز آمدم این بچه رو بغل کده بود دختر ما پرخون، ما گفتی یه هم زخمی شده و دست پای زو، فضل خدا زخمی نشده بود. خب بیا خدا میره بانست مادر جان. انشاءالله خدا بزرگ است و برای محمد جانم شفای عاجل صحت کامل میخواییم. تشویش نکو، خدا میره بانست. اگر صحت یاب شدی پس انشاءالله در درسات ادامه میتی. آها ادامه میتونم انشاءالله که خوب میشی. دکترها هم صحیح مراقبت میکنن و رسیدگی برات خواهد شد دیگه. انشاءالله خوب تر میشی. ما حالا آمدیم مادر جان برای شما یک مقدار مواد غذایی برای شما تهیه میکنیم تا اینکه حداقل تا وقتی که مریض شما از بستر مریضی بلند میشه اما مشکلاتتان تا حد ممکن حل شوه و یک مقدار پولی که هموطنا تو فراوان کردن برای شما ما موره براتان مواد غذایی میگیریم. تشکر. خدا شما نگاه کنه. خب ما میریم دیگه بخشو را میبینیم، باز انشاءالله در برگشت همیتان یک جای باز میریم بخیر براتون یک آن چیز خریداری میکنیم. تشکر.
تشکر، تشکر خدا شما رو میگم. خودت چیز ضرورت داری محمد جان؟ نه نه. چیزی اگر ضرورت داری که ما برتان بگیریم؟ نه ضرورت ندارم. خداوند برات شفا عاجل و ساعت کامل بده. شفا باشه مادر جان. میبینیم انشاءالله. اینجا یک مریض بود. خب دیگه جا کجاست؟ این در بخش مراقبت جدی بود. یعنی دیگرش خوبتر است نسبت به اینا. خب خدا را شکر که حداقل اینا که در مراقبت جدی هم هستن کمی حالتشون خوبتر به نظر میرسه. انشاءالله که خوب میشن. بکشیم یا رو یا همونتو بریم. خب بریم. خب کاکا جان سلام، خوب هستی؟ شفا باشه. سلامت باشیم. حالت محمد جان پسرتون است. ما رفتیم حالت شانم دیدیم. بیا کمکی طرف تا چوب ببخشی. این طرف برقان است. ما حالت شان دیدیم، شکر خدا انشاءالله خوب میشن، خوب هستن، کمی وضعیتشان خوبتر است و ما آمدیم به خاطر ازی که برای شما یک مقدار مواد غذایی خریداری بکنیم تا ای که شما یک مقدار وقت که یک وقت یک مثلا شما مشکلات دارین برتون حداقل یک کمک شوه. خیر ببینید خدا شما میرین دیگه مریضا رو میبینیم با همراه شما یک جای میریم. درست است انشاءالله. مردم ما کوشش کردن والله نسبت نسبت به دمی دکتر زیاد کوشش کردن سرم زیده می حضرت امنا شو روز استاستون زرش واقعا. یعنی راضی هستین از دکتر صاحب؟ اما قدر راضی هستم از زمین تا پیش خدا. خیر ببینم خیر ببینم امنا شو روز استاستون کمک کردن ما حضرت خدا رو شکر تو علم خدا هستم می هست. بیا خدا مهربان است کاکا جان، تشویش نکو، هستن هموطنایی که در شرایط سخت دست ما را بگیرن. اگر از یک طرف درد آمد از دیگر طرف درمانش هم خدا میرسان. خدا میرسان. بشک بخیر باشی کاکا جان. سلام دکتر. سلام. خوب هستی؟ خوب. یه ویروس خاطر چه؟ غیر دغه دوه مریضان چې ته د رودا د حادثه لري کنه نور بستر هم لري چې وضعیت اقتصادي خراب وسی تو وسته ولې نست ټول مریضان په د افغانستان کې مخکې شته نفر ته ورو هم یکی دو نفر که زیات مشکلات داشته باشن هم ورو مو اول خریداد مکتب باشه اول خریداد بعد از او برای دکتر کس د بخش زمین نرس زمین منطقه است نه ای اگر کدام مریض داشته باشه که وضعیت اقتصادیش خوبه این معلوم است که کی را یک پیچکاری میگه بیار میتونه ورده کی نه میتونه نه برای ازی باز اقتصادیش معلوم میشه این باز به شما نشان میده. داخل بریم. سلام علیکم مادر جان. سلام، شفا باشه. علیک سلام. چطور است حالتون؟ شکر خوبه. کمی خوب شده ناله؟ خوب شده خدا را شکر. انشالله صحت یاب میشین. خدا را داشتیم و شکر. بخیر باشین. کجا تان اگر شده مادر جان؟ امی سر ما سیب دیده، امی دیس ما سیب دیده، دیگه بغل ما سیب دیده. خودت چی میکدی اونجا؟ خود ما رفتم ده چی ده مطب که نوسته داشتیم ما رو سفتی نام کنم. رفتی که نواسایی که تا ثبت نام بکنی در مکتب و یاد سه اتفاق افتید که دیگه امو در شنگ مطب رسیدم کمی یک را غرس کرد دیگه خبر ندارم. اونمو دو دفعه یک دفعه از منی مطب انفجار کرد، یک دفعه از برونی مطب دیگه پریدم دیگه خبر ندارم. نواسایی که تون باز کجاست؟ خب دیگه ترس خورده بیچاره مگه آلی امو خوز ترس خورده که بیرون برشته نمیدن. اون به اون وقت کدام صدمه نرسیده؟ نه 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 او دور بود، او دور بود. او ما اونجا آمدم لب خد و لب خد از او فامیلای ما گفتم تو بیش ما برم مردم نمیشت. گفت که چی کو امی نبرالی سفتی نام نمکنه ای او که 8 ساله یه مگو تو کلان نیه او 8 ساله یه. ما گفتم ما دا چی متا فیسی متا بزیره ما پورا نمیتونم ای دا متا بی چی است دا متا بی انز دولتی نیه ای دا متا بی شخصی ما پورا نمیتونم میره ببرم اونجا شامل کنم. اونجا بردم که یک دم انفجار کرد دیگه پریدم دیگه خبر ندارم. او را منجی در دکان شاندم خود ما رفتم. خدا مهربان است مادر جان. ما یک را ببینم که چی موشه. خدا مهربان است انشاءالله شما خوب میشین. از فامیلتون کسی هست اینجا؟ نه یک بچه داریم رفته. خب.
همین چی بود درخت. ما آمدیم به خاطر از اینکه برای شما یک مقدار کمکی که هموطنا برای شما یک چیز تحفه روان کردن، برای شما میخواییم که مواد غذایی خریداری بکنیم. اگر یکی از پایوازتان همراه ما روان بکنین که ما برشان یکان چیزا بگیریم تا یکی حد اقل یک ماه براتان خرچ و مصارف فامیلتان باشه در خانه. خدا خوشمون رو کمک کنه. باشه، همین تلفن ما رو بگیرین. خب پایوازه شما کسی نیست اینجا؟ هسته اونجا، اونو شمارش هسته، زنگ دید که بیه. شماره شما گرفتیم، گفت که ضرورت شد با ما تماس بگیرین. دیگه بچهش نیست، دیگه یک سنو داره، یک نواسه، یک بچه، دیگه در فامیل کسی نداره. از امون خاطر خاله است، اگه جا مریض داره، گفت من کمکش میکنم هر چی کار شد. اون دیگه خاله میفهمه کارش. ما میقم کاری کردیم، کوره رسخت کردیم، شمارهش داده برای ما. احیانا ناجل چیزی کار شد، باز میخواییم خانهشان نزدیک هست میشه. یعنی آمده میتونن اگر ما بخواییمشان؟ هری آمده میتونن. مادر جان، ما براتون پول نقد بتیم یا یک مقدار مواد براتون خریداری بکنیم؟ چیزی که خدا اینچه ما چیز میدن، سلام میدنید، ما اردویش را قبول دارم. چطور از روز روزگار فامیلتون؟ روزگار خلاصه، خدا شاید 6 لک روپیه قرض دارم، 6 لک روپیه. 6 لک روپیه قرض دارم، کرای خانه ما 3000ه. برین از امسایه ما بپرسین. این مال این بچه دوا داشتین اینی آشاییده که کرای خانه آمده. کرای خانه ننه پیسه بده که کرای خانه آمده. خیر، ما بچه تان زنگ میزنیم برشان یکان چیزا میگیریم تا ای که در خانه حتما چیزایی هست که ضرورت باشه. ما مورا قبول دارم، ما برای شما دعا میکنم انشاءالله. بخیر باشی مادر جان، شفای عاجل برتان میخواییم. خدا شما نم از این بلاها نگاه کنه، دیگه از این بلاها کس آلوده نکنه. زنده باشین مادر جان، خداوند برتان شفای عاجل بده. خب ما خیلی شما رای بچه شانه میگیریم، زنگشان میزنیم. اجازه خواست انشاءالله. سلام، شما خوب هستین؟ تشکر، زنده باشید. از شما مریضتان؟ مریض ما خسر مادر ما میشه. در موادسه اوگار شدن؟ نه، دوادسه نه، و چیه بستری چی داره، خونریزی مغزی داره، مو بستری که اینجا فقط دست خاطر دوایش یک چله داشتیم فروختیم که دیگه فردا نمتونیم که بریم برش دوا بگیریم. چقدر میشه دوایشان؟ دوایشان شوی 1000 یا 2000 میشه. 1000 یا 2000 میشه. وقتی که سیروم اصاب به کار شد زیادتر میشه از کن. خدا مهربان است. حالا ضرورت به دوا دارن کدام نسخه چیزی است؟ ضرورت به دوا داره، او هر روز باید ناشته کنه، صبح که ناشته منه تا دیگه صبح، تا که عملیات چی چی اینی میاره. من به خیلی دجوریان هستم که تقریبا 15 ساعت می سوکی نسخه شا گرفتن، 15 ساعت هم دیروز. یعنی واقع واجد شرایط می آدم است، بسیار واجد شرایط است. اگر کمک شوه شاید از زخمی هم کده برای ازی کمک شوه بهتر است. خدا مهربان است. ما خیلی بر شما یک مقدار پول میتیم تا ای که بتانین مواد امو دوا یا چیزی که ضرورت میشه بگیرین برشان، درست است؟ سی هزار افغانی شما بگیرین، میشه خواه انشالله دوایشان. یک آب تا عملیات که میشه باز بعد از اون خدا مهربانه. بیا خدا مهربانه است. یک مقدار پول دیگه که هست برای زخمی های رویداد که اتفاق افتیده برای از اونا برسانیم، و اگر کدام کسی دیگه مشکل داشت برای از اونا برسانیم. تشکر، بخیر باشین، شفا باشه بازم. اینا زخمی های رویداد هستن؟ زخمی هست. اینا زخمی هستن یا اونا؟ اردویشان. اردویش هست؟ خب. سلام، خوب هستین؟ سلام برادر، خوب هستین. شفا باشه. چیار بشته شکر. چطور هست اتون؟ خوب نیو، از خراب سیر. کجا تان اوگار شده؟ کمر و شانه و... کمر و شانه ایتان؟ قبرغه و پای مسته کشته. بس روز اول کده بهتر شدین کمی؟ خب امیر یکم. بیا خدا مهربان است. چطور است روز روزگار فامیل؟ روزگار ندارم، پا
پای ملنگ چیز ندارم. نونوار خانم خودت هستی؟ آره. کسی دیگه بچه که الان؟ نه بچه یک پنج ساله دارم. بچه یک تون پنج ساله هست؟ دیگه بچه دختر هست. بیا خدا مهربان است. خب ما بر شما آمدیم که یک مقدار مواد غذایی بگیریم تا اینکه شما از بستر مریضی بلند میشین، بر شما یک مقدار مواد غذایی تهیه کنیم تا اینکه در خانه‌تون خانواده‌تون آرام باشن. تشکر شما. درست است همه قسم؟ بخیر درست است. خب ما خیر از پروازه شما را یک نفر با خود میبریم، برشون بعضی چیزایی که میگیریم به دستشون روان میکنیم. تشکر شما خواستیم. هست. برادرتون است؟ برادر من. درست است. ما دیگارم ببینیم باز یک جای میریم. اینا استراحت هستن یا بیهوش هستن؟ یک ذره مشکلش زیاد است. مشکلشان زیاد است؟ سرش صدمه دیده. خب شاید او قچی نیست، شاید خواب باشه فعلا. اما خسته شده. یک ذره دماغش مشکل داره، مغزش دیگه از امو خاطر رقم زیاد میکنه، املم سرش میه. مشکل دماغی را دمی حادثه پیدا کرده. اینی یک طرف راستش صدمه دیده، داخل دماغ آسیب دیده، از امو خاطر دیگه پیوازش ما اجازه میتیم بالا سرش باشه، یکان وقت سرش املم میه. دیگه این زیر مراقبت است، از بخش آجیل آوردیم دوارد، نسبتا به دیگر روزا کم زر وضعیتش خوب شده. دیگه شاید یک هفته اش روز نو روز دیگه هم بستر باشم رایما. یعنی وضعیتشان در حالت خوب شدن است؟ انشالله، چون دست و پایش فلت نداده، گنگه نشده، انشالله دیگه وضعیتش خوب است، زیر تداوی است، متخصصین پرسنل شفاخانه چیزی که توان ما باشه، دوستا کمک میکنن. همونجا دوستا از پیش شما خوشی کردن، خیر ببینن، شما را هم خداوند خیر نصیب کنه. یعنی کدام خطر جدی دیگه متوجه از اینا؟ ان شاء الله از خطر یا بیرو است، فقط به نظرم دو یا سه مریض دای سی او داریم که اونو در مراقبت جدی است دیگه، و پرسنل آی سی او ما متخصصین ورزیده داریم، ان شاء الله کوشش میکنه اونا هم سرحال شو مثل از یا ما اول چی شده بود اونم تو وضعیت خراب بود، فعلا دیگه ان شاء الله خوب است، روز در روز بیشتر میشه ان شاء الله. بخیر باشین. کاکا جان سلام. سلام علیکم. شفا باشه. جور باشین ان شاء الله. خوب هستین؟ الحمدلله. اینو بچیتون است؟ بچه‌م هست. خب. چطور است حال وضعیتشان؟ یاری خوب الحمدلله خوب از روز اول کده. روز اول کده یاری بهتر است. خدا را شکر. به خدا مهربان است ان شاء الله خوب میشه. جور باشین ان شاء الله. شما خیلی خوب. چطور است روز روزگار؟ روز روزگار نیست دیگه. وضعیت خراب. وضعیت خرابه. بیکاری. اینو درس میخوندن اونجا یا کار میکردن؟ درس میخوندن اونجا. درس میخوندن. خب. یک تعداد هموطنایی که برای ما یک مقدار پول فرستادن و برای شما توفر روان کردن تا اینکه برای شما یک مقدار مواد غذایی بگیریم. درست است ان شاء الله. خیر ببینید اگر پیسہ باشه که زیاد در دوا زیاد احتیاج دارن، در عکس و گپ. باز دینال تصمیم دارن باز یک عکس دیگه هم باید ازش بگیریم. چند میشه مو یک عکسشان؟ اگر 3500 روپیه میشه. دیگه اسکن میشه. مریضایی است که 5 روز بعد 3 روز بعد متخصصین در صبح که دویزیت میه، باز نه مریض که شکایت داشته باشه، گیج باشه یا دل بد باشه یا نارامی میکنه، دست و پای مندازه، خو نمی داشته باشه، چتگویی میکنه، باز متخصصین سایبا باز برش سی تی اسکن توصیه میکنه، 3 روز بعد یا 4 روز بعد میبینه که چقدر تغییرات آمده دهش، بعد از اون دوایش هم تغییر میده، مریض هم دمو کدام وضعیت که است مطابق از امو دوایش برش تطبیق میکنه. اینی مریضای ما که مثلا این بیادر وارکی است، حتما 4 روز بعد، 5 روز بعد، 3 روز بعد یک سی تی اسکن برش میشه، که سی تی اسکن خب به کل دنیا معلوم است که 4000 کمتر نمیشه، 3500 دیگه. این مریضای بیچاره زیاد نیاز داره به کمک، به کلگی خوب بازی خوب نسبت به دیگران، چون سی تی اسکن یک ذره قیمت است، وضعیت پیوازا موقع دواش هم از بیرون خریداری میشه. دوا از بیرونه. اینجا شفاخانه دوا نداره دکتر صاحب؟ دوا ما قدر ضرورت داره، مثلا بعضی سیروما، آی وی سی، سرون دواهای درد، بعضی مریضایی که مربوط جرعی عصب میشه حتی ایجاد دواخانه یافت نمیشه، از اوتالی پروان پیوازا میاره، به خاطر از اینکه یا خو یک تداوی خاص کار داره، از او خاطر
مثلا ایتو سیروم امرای سیروم و این دوای عادی عادی یا چی نمیشه، سرحال نمیشه، به خاطر از یا از خود یک دوز قبول شده است، ریسرچ است که باید از امو بر از یا استفاده شود، تطبیق شود، دو وقت، سه وقت، حتی تا چهار وقت که اینا سرحال بیه. دیگه ما قصد دوا چیز نداریم دیگه در شفاخانه، یعنی بهتر است که بر از اینا پول بتیم. خب بیا خدا مهربان است کاکا جان، تشویش نکنین، انشالله دی مشکلات سپری میشه، خدا شفای عاجل برش میده انشالله. اینی 5000 افغانی شما بگیرین، انشالله یک کمی مشکلات تان حل میسازه، تا ای که ما بتانیم برای دیگه هم وطنام یک چیزی کمک کنیم. خیر ببینید، تشکر از همکاری شما. بازم براتون شفای عاجل میخواییم، خداوند بچه تان خوب بسازه و در روز روزگارتان هم خداوند رزق و روزی تان زیاد کنه. بخیر باشین کاکا جان، سلامت باشین. دیگه ما هم یک تقاضا داریم از این همکارای تان که کمک میکنه به مریضا، چون شفاخانه محمد علی جیناکی هست، تقریبا زیادتر از 8 ماه میشه که مواد غذایی نداریم، عجیب خود روزی 20 رو پسی رو پا مندازیم، یک چیز برای خود برابر میکنیم، رمضان هم است، تقریبا 24 ساعت ما بیدار هستیم، کار میکنیم با مریضا، پیوازا مریض کلش شاید است که ما نه نان داریم، نه آب داریم، نه ماش داریم، فی سبیل الله کار میکنیم، اگر یک همکاری کنه، اید نزدیک است، اگر دیگه چیز نمیشه فقط از همین غم نان ما رو بخوره، کمی سه وقت نان فقط همین چیزی که توانش از برنج باشه، لوبیا باشه، کدو باشه، ما قبول داریم، از همون خاطر اگر یک توجه کند همین طرف شفخانه ما. دیگه از پرسنلتان، پرسنل ما یک 230 نفر است، نمیدونم 230 نفر با سه شب تقسیم شده، ما هر شب 55 نفر، با هر شب 55 نفر کارمند است. از ما مثلا امروز هستیم با دو روز خانه می باشیم، صبح دیگه شب می اینم، تو 230 نفر پرسنل داریم که هر کدامش از جیب خود اونو مصرف میکنه. 55 نفر در شفاخانه موجود. خب ما پیامتون را گرفتیم دکتر صاحب، اگر همکاری شد حتما ما پیامتون را میرسونیم به هموطنا، تا ای که سر شما هم توجه شود، شما هم زحمت میکشین، کار میکنین و ای که شبانه روز در خدمت هموطنا هستین، قابل قدر هستین. زنده باش. بریم چند مریض دیگه مونده؟ مریضای ما دیگه دور تپیدی مونده. خب دیگه ولایت آمده گفت که 14000 روپیه ما تال رفته، میرم خانه پس میم کرا مصرف، دیگه از او خاطر اگر توان شما باشه کمک کنه، یعنی دوام دوام میکنه دقت. خب ببینیم اجازه خواست مادر جان. سلام، شفا باشه. خوب هستین؟ شکر. چطور است وضعیت تان حالا؟ خوب تر است. خوب شدی کمی؟ خدا را شکر. شما از کاپیسا هستین؟ تکلیفتان چی است مادر جان؟ همین مورای کمر است، دون فقرات هم یا پرام چی دیده است. نزدیک شد شده؟ آن دکترها چی میگن؟ عملیات میشین یا بعد از طریق دوا خوب میشین؟ میگه باشه که از طریق دوا خوب شدی، خوب شدی، نشدی با عملیات میکنی. شش دانه که اولادای ما است. شوهرتان چی کار میکنه؟ بیکار است. بیکار؟ خب بیا خدا مهربان است مادر جان، ما یک مقدار پولی را که برای هموطنایی که زخمی رویداد بود آورده بودیم، ولی که شما مشکلات دارین این 3000 افغانی شما بگیرین، خداوند شفای عاجل صحت کامل بده تان. بخیر باشین، زنده باشین، خداحافظتان. شفاخانه امروز برق نداره؟ برق نه، برق بارندگی کی باشه باز برق قطع میشه، زو خاطر. خب دو مریض دیگه را ما داریم در بخش ارتوپیدی. ارتوپیدی بیادر جان سلام، شفا باشه. سلام هستین؟ چطور هستتون؟ سیادی ما خوب است، شکر است. حالا خوب شدی کمی؟ حالا خوب شدم کم دراد، نظر در دو سه روز پیش خوشتم. کجاتان اوگار شده؟ ما سرم زخم شده، دیلیم مایده شده، یعنی لونیم هم چرا خورده، این مقدر چرا در بدن خب پورز بخی دیگه. این چرا دریتان هم چرا است فکر کنم؟ چشم هم چرا خورده کم دارم.
چشمش هست، دو پایش هست. باز به بینایی نام کدام مشکل ایجاد نکده؟ در بینایی من خیلی کم تاریک شده. چشم چپم. بینایی. در دو پای زانواش هست، دستش هست و چشمش هست. در دو پایش هست، دستش هست، چشمش هست. عملیاتش به خیر سپری شده دیگه انشاءالا. عملیات شده؟ عملیات. دیگه ضرورت به عملیات ندارن؟ عملیات ضرورت نداره، به خاطر بستر ضرورت داره که چند روز اینجا باشه دوای خود بگیرن. خدا مهربان است. حالا خوب کمی بهتر شدین انشاءالله. حالا خوب میشین کامل درست پیش کردن. خوب میشین. خوب میشه بگوین که این رویداد شما در کجا بودین، چه قسمی اتفاق افتید؟ این رویداد دم محل یادیسم و کار میکردم پیش مکتب. زمان که حادثه صورت گرفت و شنیدم که انفجار شده، خواستم برم و کسایی که زخمی شده کمک کنم وارا دمو سنه که ما رسیدیم دمو قسمت بعدم انفجار شد. انفجار دوم. وقتی که انفجار شد دیگه نفهمیدم، دیگه یک وقت دوال اومدیم ما در شفاخانه هست. یعنی شما که انفجار اول صورت گرفت خواستین که برای هموطنا کمک کنین برسین. کمک کنم برسین، بله. باز انفجار دوم شد. انفجار دوم شد. دکان داره، ورکشاپ. خودش انجینیر تلویزیون و تلویزیون سازی داره. وقتی که انفجار اول میشه، در وقت ما هم برای زنگ زدن که بچه ما در مکتب بود. کسی پرسان کنم که بچه ما از مکتب آمد، نه ما چی رقم شده. گوشی زیر کسی دیگه برداشت. گوشی رو که دیگه برداشت، گفتم چی کجاست مرتضی؟ گفت مرتضی منفجر شده، رفته که زخمی و شهید رو جمع کنه. که منفجر دوم شد که خودش زخمی شده بود. من از اونجا آمدیم دیگه که تا رسیدیم در محل حادثه که یه را آورده به شفاخانه، شفاخانه هم که آمدیم اینجا. بچه یک شما خواه انشاءالله آسیب ندیده؟ آسیب ندیده، فضل خدا جور است، چون که اونا صلح 11 بود، شاید 5 دقیقه یا 10 دقیقه فرقش بوده باشه که بین رخصتی دوم که منفجر میشه باز اونا رو مکتب دور میده که سوا صبر کنیم که حادثه رخ داده. باز اونا کالیس های غمگین بود، وحشتناک، تعداد شهید زیاد، زخمی زیاد، مسئله پیش آمده. خب بیا خیر باشه، چیزی که نصیب و قسمت باشه. بازم خدا را شکر که شما حیات هستین، انشاءالله خوب میشین. خب ما یک مقدار پولی را که هموطنا روان کردن تحفه برای شما خواستیم که میره برای شما مواد غذایی بگیریم. اگر مشکلات در خانه دارین چطور است؟ با خیر و شر خبر کاری که میکنین دلتون چطور است؟ روز روزگارتان؟ روزگارم خوب نیست، خراب است. خودم سرپرست خانواده هستم دیگه. نال فلان این رقم شدیم دیگه. نانوار خانه خودت هستی؟ بله بله بله. یک بچه هست از پدرش خدا غلام سخی خدا بیمار چند سال پیش فوت کرد. مادرش از او پیشتر فوت کرده بود. دارای 6 تا همشیره است، 3 تاش بیرون است، 3 تاش در خانه است. برادر دیگه نداره. در خانه 5 تاش؟ 5 تاش در خانه است. نانوار خانه می نمی بچه هست که ورکشاپ داشت که اونجا تلویزیون سازی دم سر سیرویی مکتب عبدالرحیم شهید دکان نشسته اونجا. یعنی نانوار خانم خودش است و امروز در بستر مریضی است. خب نظر خودت چی است؟ به پول ضرورت دارین یا براتون مواد غذایی بگیریم تا اینکه فامیلتان، تا اینکه شما خوب میشین حداقل بتونن روزگار خود پیش ببرن؟ برای دواشی دیگه خود بیادرم جرشه. شما چی شان میشین؟ جرش میشم. هم شیرش هستین؟ هم شیرش هستین. این یک تا بیادر دارم. یک تا بیادر هم تکید. این نانوار خانه می دیمیه. بیا خیر باشه. خدا مهربان است خواهر جان. خدا مهربان است. خب ما خیلی بر شما یک مقدار پول میتیم تا ای که مشکلاتتان حل شوه. حداقل یک پول ناچیزی که ما آوردیم که تو خود. اینی 5000 افغانی رو بگیرین. خدا مهربان است انشاءالله. خوب میشین، صحت یاب میشین، بخیر. بخیر باشین. شفای عاجل برتون میشین. تشکر، تشکر. بخیر باشین. خب یکی دیگه مونده نه؟ سلام، چطور هستی جوان؟ خوب است. خوب شدی حالا؟ آ. شفا باشه. زنده باشی. خودت کجا توگار شده؟ جلون قد پای. پای توگار شده؟ آ. خب دیگه کجا توگار است؟ دیگه جایی واقع کنید. تنها این پای توگار شده؟ قدیم زده است. دستتون. چطور است حال وضعیتت؟ یال خوب است. خوب شدی؟ او. درد خواه احساس نمی کنی؟ نه. خب خودت چی میکردی در اونجا؟ من اونجا میخوندم. درس میخوندی؟ او. در جریان درس خوندن بوده که یه انفجار صورت گرفت؟ نه، جریان بیرون شده. در بیرون شدن؟ او.
پایوازشان شما هستین. سلام، خوب هستین؟ ماندنش خوب است. تشکر. بیا اینه که من هی طرف. چطور است حال مریضتان؟ حالش خوب است. پایش عملیات کرده، دیستش خیلی چیسته وضعیتی. یعنی از اینجا دینم اینجا شسته، شکسته. بدون عملیات میگه نمیشه. دست شکسته؟ آه. حالا پایش عملیات شده؟ پایش اون ممرضی که آورده بود خیر ببینه دکتر آسیب. پایش عملیات کرد. یک دستش مونده؟ آه، دستش مونده. عملیات شده اینجا میشه؟ آه، اینجا میشه. خب. چطور از باس روز روزگارتان؟ بله خوب نیست دیگه. یک 30,000 روپیه از امی خسور بریم رایی کده از ایران. اونمور فیلن قرص رایی کده دیگه. از امون مصرف میکنین؟ آه. خب ما یک مقدار پولی را که هموطنا توفه روان کردن بر شما آمدیم که براتان یک مقدار مواد غذایی بگیریم یا پول نقد براتان بتیم. نظر خودتان چی است؟ بله نقد بدین که بهتر است، چون ما خانه ما در اطراف است، خودم اینجا کار میکردم. یعنی اتفاق گفتید یم درس هم میخوان، بعد از قطموتی پیپسی این هم جمع میکرد. همینجا در خانه پدرم اینا در اینجاست. اینجا خانه تان کجاست؟ خانه ما غزنیست. غزنی؟ غزنی ها. خب از غزنی اینجا من کار میکنین، باز فامیل هم اونجاست؟ آه، فامیل هم اونجاست. بیا کدام میره بانست. 5,000. اینی 5,000 افغانی رو بگیرین، خدا میره بانست بیاده. خیلی. زنده باشی. بخیر باشی. جان جان مرکی. شفای عجل براتون میخوایم. بچه جان برات شفای عجل میخوایم. خوب میشه انشاءالله، درست است؟ آه، بخیر باشی. خب بیننده های عزیز، ما قرار به این بود که ببریم امی خانواده های از اینا را برشان یک مقدار مواد غذایی خریداری بکنیم، ولی معلوم میشه که در این وضعیت زیادتر به پول نقد نیاز دارن. از او خاطر اما دو نفری هم که مانده بر از اونام پول نقد میتیم تا اینکه حداقل یک مشکلشان رفع شوه، اما دوا و عکس چیز که ضرورت میشه برشان شوه. خوب است دکتر صاحب. برای از اینا دادیم. خب بهتر است که برای از این برادرم هم یک مقدار پول بتیم تا اینکه حداقل برایشان گفتیم که از اینکه مواد غذایی برایشان میخریم، اما را پیسه نقد برایشان بدین که خودشان برایشان معلوم است که چی ضرورت داره همو کار خود کنه. یک دوا کار میشه، یک ماینات میشه، عکس میشه، چیزی که اون در نظر اینا گرفته بود امور به شما پول نقد میده. اینی 5,000 شما بگیرین کاکا جان، خدا مهربان است تا ای که مشکلاتتان کمی حل شود. درست است؟ ما دل ما بود که براتان مواد غذایی بگیریم، ولی اکثر کسایی که اینجا بودن گفتند که ما مشکلات زیاد داریم، به پول نقد ضرورت داریم. از او خاطر برای شما پول نقد میتیم، خودتان میفهمین که هر چی ضرورت باشه بگیرین. باز دیره ده که برمان کار داشتم، پیسه نداشتم میخریدم. مشکل زیاد دوا بود بودم. تشکر. میشه انشاءالله کمربندم براتان بگیرن؟ شاید دیگه. پنجونیم هزار پای کبرمند پشت. خب بیا خدا مهربان است، شفای عاجل براتان میخواییم. بخیر باشین. همون یک خاله من فکر کنم، همون را دای سیو است. امینا بودن؟ شما بودن؟ خب چطور است حال وضعیت مریضتان؟ آلی یک کم بهتر از دیروز. مادرتان است؟ آه. باشه از خودشان بپرسیم. مادر جان شفا باشه. لا یامین. خوب هستین؟ خوبم، کم بهتر شدیم. خوب. چه قواه شد شما اینجا بسر هستین؟ یک ما اینجا گوگو، یک افتا میشه، یک ما میشه مونده کابولم دیده و مطرف کردی خوردی. ما درد نخواد این میامیلات شدیم، کم غلیمت شدیم. حالا دردتان کمی آرام شده؟ کم آرام شده، کم غلیمت شد. خب بیا خدا مهربان است. ما برای کسایی که زخمی رویداد بود برشان یک مقدار پول آورده بودیم، از اینکه شما مشکل دارین این 1,000، این هم 2,000 افغانی را شما بگیرین. خداوند کمکتون کنه مادر جان. بخیر باشین.
خب کاکا جان، ما قرار بود که برای شما مواد غذایی بگیریم، ولی از اینکه اکثر کسایی که اینجا بودن خواستشان همین بود که ما برشان پول نقد بتیم، از خاطر برای شما پول نقد میتیم، همین پیسه را بگیرین تا اینکه بتونین به بچه‌تون کمی حداقل با مشکلاتشان برسین. درست است کاکا جان؟ خیر میگم. بخیر باشین، شفای عاجل براتون میخواییم. خب خاله جان، ما میخواستیم که با بچه‌تون زنگ بزنیم، اونا را بخوایم برشان یک مقدار مواد غذایی خریداری بکنیم، ولی از اینکه دیگه هم وطنان کسایی که اینجا مریض بودن و زخمی بودن خواستشان پول نقد بود، تا اینکه گفت مشکلات ما زیاد است و پول ضرورت داریم، از او خاطر بر شما هم پول نقد میتیم. درست است مادر جان؟ خواهد چیز خودن چه ما مفهمید ما که نمفهمید. یعنی این پول شما بگیرین، تقریبا که 3500 افغانی مونده، امیر شما بگیرین تا اینکه مشکلاتتان حل شه مادر جان. درست است؟ خب بخیر باشین مادر جان، شفای عاجل براتون میتونم. جار باشین. خب عزیزای بیننده، تشکر از اینکه شما تا این لحظه بیننده گزارش ما بودین و همچنان خداوند برای زخمی های رویداد شفای عاجل و صحت کامل بده و برای شهدای این رویداد هم از خداوند بهشت بری نمیخواهیم. ما مبلغ پولی را که هموطن ها برای ما روان کرده بودند، که 4 هموطن ما این پول فرستاده بودند و ما دانستیم که برای همین هموطن های عزیز ما که مشکلات داشتن برشان برسانیم، که مبلغ 9000 افغانی از طرف علی کاظمیان از کشور آلمان و مبلغ 8365 افغانی از طرف خواهر ما که نخواستن نامشان ذکر شوه از شهر نیویورک آمریکا روان کرده بودند، و همچنان مبلغ 12230 افغانی از طرف عادله سروری که اینجا کشورش ذکر نکردن و ای پول اونا فرستادن، و همچنان مبلغ 9000 افغانی از طرف عمر جان از کشور فرانسه که مجموعاً 39595 افغانی پول بود، و ما ای را آوردیم برای هموطنان عزیز ما که مشکلات داشتن و زخمی های ای رویداد بودن و مشکلات داشتن، برشان تانستیم که برسانیم. خداوند کسایی که ای کمک فرستاده برشان در حقشان مشکلاتشان حل بسازه و برشان خداوند اجر و پاداش عظیمی در نظر بگیره. تشکر از اینکه شما تا این لحظه همراه بودین، و باز هم اگر میخواستین که دست هموطنانتان بگیرین، شماره ارتباطی تماس برنامه ما هم در پایین صفحه تلویزیون و یا هم تلفنتان است، میتونین که شما تماس بگیرین و دست کمک برای نیازمندان باشین. ما پل ارتباطی بین شما و کسایی که مشکل دارن هستیم. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا میسپارم. بقیه اوقاتتان خوش. خدا نگهدار.